درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و هفته های پرسودی رو تا الان گذرانده باشید. امروز قصد دارم بروکر اکسنس رو معرفی کنم خدمت دوستانی که نمیشناسن این بروکر رو و اینکه دوستانی که قبلا با این بروکر کار میکردن و الان دیگه با این بروکر نمیتونن کار بکنن. در تبلیغاتی که بنده در کانال قرار میدم در کانال یوتیوب در قسمت About قرار دادم برای دوستان، همونطور که در تصویر مشاهده میفرمایید، این رو عرض کردم که دوستانی که میخوان با این بروکر کار بکنن تا پایان سال میلادی 2020 میتونیم براشون به صورت رایگان افتتاح حساب رو انجام بدیم و با مدارک خودشون و این کار رو بتونن واریز و برداشت توسط وب مانی و پرفکت مانی داشته باشن یا روش های دیگه و بتونن کار بکنن در این بروکر. خدمت شما عرض شود که امروز این بروکر رو میخواستم معرفی کنم مجددن و شما ببینید که این بروکر چه امکاناتی داره. در صورتی که تمایل داشتین میتونید با بنده از طریق ایمیل تماس بگیرین یا در گروه تلگرامی که آدرسش در پایان تمام ویدیو هست پیام رو برای من قرار بدید تا راهنمایی لازم انجام بشه. خب این بروکر همونطور که مطلع هستین از سال 2008 در بازار ایران فعالیت خودش رو شروع کرده، البته در بازار جهانی شروع کرده. از سال 2008 به ایرانی ها خدمات میداده تا حدود 2 سال پیش که همکاریش رو با ایران قطع کرد و حساب‌های تمام افراد رو تسویه کرد و پرداخت‌ها رو انجام داد و بعد از بازار ایران رفت. ما امیدواریم که مجدد به بازار ایران برگرده و دوستان بتونن خودشون به صورت مستقیم افتتاح حساب رو انجام بدن. خب ایرانی ها از داخل ایران نمیتونن حساب رو باز بکنن برای خودشون. نکتهش همینجا هستش که از داخل ایران شما نمیتونید افتتاح حساب انجام بدین، ولی ایرانیانی که بیرون از ایران زندگی میکنن با توجه به اون کشوری که زندگی میکنن میتونن از این بروکر خدمات رو دریافت بکنن و هیچ گونه منعی نداره برای افتتاح حساب به عنوان ایرانی بودن، چون که شما خارج از ایران زندگی میکنید و میتونید با این بروکر کار بکنید. من صفحه بروکر رو به شما نشون میدم. این صفحه بروکر هستش، قسمت پرداخت ها و دریافت های این بروکر بخش دیپوزیت بروکر هستش. با روش های متفاوتی میتونید دیپوزیت انجام بدید، بیت کوین هستش، تدر هستش، پرفکت مانی و وب مانی هستش. این بخش هایی هست که شما در ایران بهش دسترسی دارین، میتونید از این روش ها پرداخت رو انجام بدین و مشکلی نداره. برای یک ایرانی میتونن با اینها کار بکنن. تو کشوری که هستین روش های دیگه هم هست، میتونید از ویزا کارت، مستر کارت در کشور دیگه اگه باشین، نتلر یا روش های پرداخت بانکی انجام بدین. خب قسمتی هست که من به شما معرفی میکنم انواع حساب ها و مشخصات حساب ها و حداقل واریزش رو من برای شما نشون میدم اینجا، که خب اگر بعداً متمایل بودید میتونید با این بروکر افتتاح حساب رو انجام بدید. در بخش افتتاح حساب ها این بروکر شامل حساب استاندارد هستش که اطلاعات مختصری رو در اینجا نوشته و من هم برای شما میخونم. اسپردش از 0.3 شروع میشه، کامیشن نداره، یعنی بروکر از معاملات شما کامیشن دریافت نمیکنه و شما میتونید با حداقل 1 دلار افتتاح حساب انجام بدین در این بروکر. حساب دمو هم داره، حساب ریال هم داره، میتونید این کار رو بکنید. حساب بعدی حساب استاندارد سنت هستش. حساب استاندارد سنت به صورت سنت هستش، اسپردش مثل حساب استاندارد هستش و کامیشن هم نمیگیره از شما و شما میتونید با حداقل 1 دلار این حساب رو افتتاح بکنید. این حساب دمو نداره و شما فقط میتونید حساب ریل رو افتتاح بکنید. خب میرسیم به حساب های پروفشنال بروکر. اولین حسابش
حساب راو اسپرد هستش. اینجا دقت بکنید دوستان عزیز، با توجه به کشوری که حساب افتتاح میشه در بروکر، این مبلغ مینیمم دیپوزیت متفاوت هستش. در حداقل دیپوزیت در بعضی از کشورهایی که بروکر اکسنس داره ارائه میده، حداقل دیپوزیت برای حساب‌های حرفه‌ای $200 هستش، در بعضی از کشورها $500 هستش و در بعضی از کشورها حداقل برای این حساب‌ها $3000 هستش. خب این اسپرد ها از صفر شروع میشه در حساب های راو اسپرد و کمیشنی که دریافت میکنه بروکر در هر طرف در حساب راو اسپرد حد اکثر $3.5 در هر طرف معامله هستش، یعنی مجموع $7 در یک معامله از شما دریافت میکنه، حداقل در بر اساس لاتی که شما استفاده میکنید در این حساب راو اسپرد. حساب دمو هم داره، میتونید دموش هم افتتاح بکنید و ببینید که چطور هستش این حساب. در حساب زیرو هم 95% مواقع اسپرد ها ثابت هستش بر اساس اسپردی که نوشته، که بعد من به شما نشون میدم اسپرد هاش رو، و شما میتونید حتی به سایت xnest.asia مراجعه بکنید و در بخش اسپرد ها اسپرد های حساب رو ببینید. لینکش رو قرار میدم برای شما در پایان ویدیو و شما میتونید اون رو ببینید، یا در سایت goldenrebate.com بخش بروکر xnest تمام اینها قرار گرفته. شما میتونید بر روی هر کدوم از اون لینک ها که کلیک بفرمایید ببینید اسپرد ها و انواع شرایطش چطور هستش. حساب زیرو هم همونطور از $3.5 شروع میشه حساب زیرو کمیشنش، و در جفت ارزهای مختلف متفاوت هست کمیشنش، ولی باز هم اسپرد صفر هستش و اسپرد 95% مواقع ثابت هستش. و حساب پرو هستش که اسپرد از 0.1 شروع میشه و هیچ کمیشنی از شما گرفته نمیشه و میزان دیپوزیت شما مینیمم دیپوزیت هم $200 هستش. شما میتونید تمام اینها رو افتتاح حساب انجام بدید. بخش بعدی که ما با هم ببینیم در این بروکر چی هستش، بخش آنالیز هستش که میتونه بروکر آنالیزهای مختلف رو به شما ارائه بده. در بخش آنالیتیک شما میتونید اینها رو ببینید، مواردی که رو برای شما ارائه داده اینجا بر روی جفت ارزهای مختلف، میتونید اینجا بر روی آوزی به USD هستش و برای ما در تایم 30 دقیقه نشون میده که بازار به چه سمتی حرکت میکنه. پیوتش رو مشخص کرده، کامنت هایی رو برای ما نوشته اینجا، و میتونید انواع و اقسام جفت ارزها یا موارد معاملاتی که در سمت چپ قرار گرفته رو به صورت آنالیتیک در سمت راست با کلیک بر روی اینها میتونید اونها رو مشاهده بکنید. مثلا اینجا ما یک مورد رو انتخاب بکنیم، طلا رو انتخاب بکنیم. میبینید که طلا رو هم در تایم 30 دقیقه برای ما هدفش رو تعیین کرده که تا چه سطحی احتمال بالا رفتنش وجود داره. خب مورد بعدی که اینجا با هم ببینیم میتونه مارکت نیوز باشه، اخبار مارکت رو اینجا میتونیم شاهدش باشیم که برای ما این بروکر قرار میده. خبرهایی هست بر حسب مواردی که گذاشته، یورو به USD، USD به CAD، USD به GPY و الی آخر. مورد بعدی که داره و خیلی محبوب هستش برای دوستانی که تبحری در درآمدزایی میخوان داشته باشن و تبحری در ترید دارن، و این هم من به صورت جداگانه ویدئویی رو براش تهیه کردم به نام سوشال تریدینگ. در اینجا میتونید با افتتاح حساب سوشال تریدینگ سرمایه های که بیکار هستن در اصطلاح، یا افرادی که نمیتونن ترید بکنن رو جذب بکنید بدون اینکه حتی شما به اون افراد مراجعه بکنید. اونها حساب شما و عملکرد شما رو میبینن و خودشون به حساب شما کانکت میشن. سرمایه های اونها در حساب خودشون هست و شما بر روی حساب خودتون ترید میکنید و
ترید های شما بر روی حساب های اونها کپی میشه و بر اساس حجمی که کپی میشه، بر اساس حجمی که اونها در حسابشون دارن، این معاملات تغییر میکنه. شما مثلا یه صدم ترید میکنید با مجموع 200 دلاری که در حساب شما هست، بر روی حساب اونها اگر 2000 دلار باشه، این بر حسب 10 برابر مبلغی که در حساب اونها وجود داره، معامله شما 10 برابر در حساب اونها کپی میشه و برای اونها یک لات اون معامله، یک صدم اگه شما ترید کرده باشین، 1/10 برای اونها معامله باز میشه و خب به همون نسبت هم از سود معامله برای شما سود به ارمغان میاره و به شما پرداخت میشه. اینجا در بخش سوشال تریدینگ هستش، سوشال تریدینگ، و شما میتونید ببینید که از قسمت جوینت، و اگر اون ویدیو رو ببینید در کانال میتونید کامل با این قسمت آشنا بشید و چطور میتونید یک حساب باز بکنید یا چطور میتونید کانکت بشید به حساب فردی که سوددهی داره و بتونید حتی سوددهی داشته باشین، یعنی اگر خودتون نتونید ترید بکنید میتونید از اون بخش استفاده بکنید. بخش پارتنرشیپ رو داره، میتونید از این قسمت مشتری جذب بکنید که حالا خب این بیشتر زمانی فعال هستش که شما بیرون از ایران باشید و بتونید مشتری ها رو جذب بکنید، چون داخل ایران شما نمیتونید افرادی رو از داخل ایران معرفی بکنید. حالا این هم شرایط خاص خودش رو داره، راههایی وجود داره برای اینکه بتونید از داخل ایران هم جذب بکنید. خب قسمت بنوس هست که بروکر اکسنس بنوسی ارائه نمیکنه در حال حاضر. اگر بنوسی ارائه بکنه این قسمت فعال میشه. بخش مانیتورینگ هست که شما میتونید حسابهایی که افتتاح کردین رو اینجا مانیتور بکنید و داخل خود کابین اکسنستون مشاهده بکنید. بخش ایژوکیشن هستش که شما با کلیک بر روی بخش ایژوکیشن به مطالب زیادی دسترسی خواهید داشت، به مقالات و ویدیوهایی که بروکر تهیه کرده میتونید دسترسی داشته باشین. بخش سیتینگ هستش که شما از این قسمت میتونید تغییراتی رو بر روی اطلاعاتتون و تغییر پسورد کابین و تغییر حالت امنیت حساب رو از این قسمت داشته باشید. خب بخش پشتیبانی هست که شما هم میتونید به وسیله پشتیبانی، بخش فارسی پشتیبانی حذف شده ولی شما میتونید با ربات اکسنس اینجا صحبت بکنید و مواردی رو که مد نظرتون هست داشته باشید، یا اینکه میتونید به صورت مستقیم بخش لایو پشتیبانی رو داشته باشید و با متخصصان اکسنس به صورت لایو با زبانهای مختلف به جز فارسی صحبت بکنید. امیدوارم که بروکر اکسنس برگرده و زبان فارسی هم در اینجا مجدد اضافه بشه. کاری که بنده انجام میدم این هستش که به دوستانی که علاقمند هستن در این بروکر حساب داشته باشن کمک بکنم که بتونن حسابشون رو افتتاح بکنن و حسابشون رو تایید بکنن و بدون نگرانی بتونن در این بروکر کار بکنن و حساب‌های مورد علاقه رو داشته باشن. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو ببرید. برای سوالات بیشتر لطفاً در باره این ویدیو و درباره حساب اکسنس میتونید با تلفن بنده که در گروه قرار دادم تماس بگیرید از طریق واتساپ، یا اینکه برای من در اونجا بنویسین، من در خدمت شما هستم، تا جایی که بتونم به شما کمک خواهم کرد. امیدوارم که موفق باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.